انجمن پادشاهی ایران هوشنگ. با درود مجدد فرصتی یافتم که دوباره در خدمت هموطنان گرامی باشم. امروز علت این که سخن میگم، همینطور که داشتم سایت یوتیوب رو دنبال به قول معروف فولادوند میگشتم، من همه زندگیم رو دنبال فولادوند گشتم و دیر یافتم فولادوند رو. امروز داشتم توی یوتیوب دنبال فولادوند میگشتم که سایتی رو دیدم از شخصی به نام ایران بان و بسیار خرسند بودم از اینکه دیدم ایشون ارادت به فولادوند گرامی دارند و تعدادی از نوارهای فولادوند رو گذاشتن روی سایتشون، سایت ایران بان. البته youtube.com ایران بان اگر خواستید میتونید سخنان فولادوند رو از این سایت ببینید. فعلا من نواری در اختیار ندارم و چنانچه داشته باشم من هم در خدمت شما خواهم بود. البته خب نوار در اختیار داریم، مدام فعلا فرصتی نیست که اون رو روی یوتیوب بذارم. هر شبت که خدمت گرامیان، در یکی از برنامه های بسیار قدیم فولادوند گرامی متوجه واژه‌ای از دهان فولادوند شدم که خالی از لطف نمی بینم که در این رابطه سخن بگم، زیرا بسیار جالب هست و سخن هوشنگ رو در واقع تایید می کنه فولادوند که من چگونه از شاه، پادشاه و دموکراسی در ایران سخن میگم که تفاوت داره با دموکراسی در غرب. سخن فولادوند در ارتباط با دموکراسی جاودانه بود. بسیار واژه‌ای زیبا که من رو در واقع خوش کرد سر جام. من هم حدود یک سال پیش واژه‌ای رو در همین نمیدونم فکر میکنم که پلتاک بود یا یکی از برنامه‌های خودم بود، واژه‌ای رو به فرهنگ مبارزات ملت ایران و ادب ایران ارائه کردم که مادر دموکراسی هست و این واژه مردم شاهی یا شاه مردمی بود که من با مطالعه تاریخ این سرزمین به این نتیجه رسیدم که در واقع دموکراسی از راه مردمی یا مردم شاهی زایده شده، ولی راه نادرست رو رفت دموکراسی. در دموکراسی مردم بی پناه و بی صاحبند، ولی در مردم شاهی و شاه مردمی متفاوت هست دموکراسی. امروز جوانان ما و به قول معروف این احزاب و گروه ها که در غرب در واقع اطلاعی از فرهنگ خودشون، فرهنگ ملیشون ندارن، این واژه دموکراسی شده نشخوار دهانشون و نه دموکراسی رو میشناسن نه فرهنگ پدری رو. و خالی از لطف نیست که به توضیحات هوشنگ و این نوار فولادوند گرامی توجه کنن، چنانچه از سر خر شیطون بیان پایین. شاه مردمی چگونه عمل میکنه؟ انجمن پادشاهی ایران چی هست؟ انجمن پادشاهی ایران نه یعنی هوشنگ یا فولادوند، انجمن پادشاهی ایران نه یعنی اعضای تشکیل دهنده انجمن یا یاران انجمن پادشاهی ایران. انجمن پادشاهی ایران یعنی همه ایران، همه ایران از سر گربه تا دمش، تا پنجه های قدرتمندش که صدام حسین تو سر و صورتش احساس کرد قبل از اینکه به قول استاد جام ننگین مرگ رو سر بکشه. به هر حال انجمن پادشاهی ایران تا
تشکیل میشه از تمام ملت خردمند ایران، ملت دلاور ایران، ملت هوشمند ایران، که برای نظارت بر امور نمایندگانی که انتخاب میکنه و به دولت میفرسته و برای حکومت به انجمن رای زنان میفرسته، ناظری باشه همیشه که هیچ در بسته‌ای در مقابلش نباشه. یعنی ملت همیشه درها رو باز میکنه و میاد تو ببینه که دولت چه میکنه. این نمایندگانی که با قول و قرار اومدن رأی مردم رو گرفتن، آیا به قول و قرارشون عمل میکنند؟ آیا همونی هستند که نمودن، همون سخن شیخی بزن فاحشه گفته و مستی که مشخصه برای هموطنان ایرانی، که آیا آنچنان که می نمایند هستند؟ برای کنترل این مطلب باید خب ملت ایران هر جا که نشستن اینها و این نمایندگان دارن بحث و گفتگوی میکنن، در رو باز کنه بیاد تو ببینه که در واقع اینا در چه رابطه ای سخن میگن و آیا مشغول زد و بند با دولت های بیگانه هستند، مشغول زد و بند با سرمایداران و قدرتمندان درونی هستند، یا مشغول ردخ و فتخ و اوضاع به نفع ملت ایران، ملت سربلند ایران هستند. برای این منظور ملت ایران نماینده ای انتخاب میکنه که این نماینده متفاوت هست. این یک نفر کاملا متفاوت هست. این یک نفر فره ایزدی باید داشته باشه. باید دلاورترین مرد ایران، خردمندترین، عادلترین، با انصافترین، همونطور که عادلترین، صبورترین مرد ایران، مردی که هیچ در واقع میل ثروت اندوزی نداشته باشه، مرد یا زنی که هیچ گونه وابستگی به بیگانه نداشته باشه، هیچ گونه وابستگی به ارزش های بیگانه نداشته باشه، مرد یا زنی که همه هدفش، همه خور و خوابش ملت ایران باشه و همه توجهش به سمت این سرزمین و به سمت این ملت باشه. این یک نفر آسونه پیدا کردنش، ولی در سطح انجمن رای زنان پیدا کردن صدها نفر با این خصوصیات امکان پذیر نیست. مقایسه کنید دموکراسی غرب رو با آنچه که من خدمت شما میگم. شخص پادشاه متفاوت هست با یک حتی شاه اروپایی، متفاوت هست با یک شاه در واقع شرقی، با یک سلطان، متفاوت هست با یک رئیس جمهور یا خلیفه. شخص پادشاه در ایران خصوصیاتی که داره خصوصیات ایزدی هست و پیدا کردن یک نفر با این خصوصیات زیاد سخت نخواهد بود. شخصی که نمایندگی میکنه ملت ایران رو، شخصی که هیچ در بسته ای براش نیست، هر دری رو باز میکنه و میره تو ببینه آیا مطالبی که سخنانی که گفته میشه سخنان ملت هست، آیا مقوله هایی که مورد بحث هست مقوله هایی هست که برای آرامش و سربلندی ملت ایران و برای آسایش ملت ایران هست، آیا برنامه هایی که ریخته میشه برنامه هایی هست که با توان ملت ایران قابلیت مقایسه داره، آیا با توان ملت ایران و امکانات ملت ایران قابل بررسی و قابل اجرا هست؟